یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مضیفی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شمع میگشتند و توصیفاتش. شد یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر دید از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او در خورد فهم آغاز کرد. یکی شمع را از دور دید و بازگشت و به توصیف نشست. ناقدی کوداشت در مجمع، گفت او را نیست از شمع آگهی. مسئول اون نشست، گفت قبول نیست. نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست هنوز. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیشتن بر شمع زد از دورتر. فرزنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت. یکی هم برگشت، چون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود، و او هم توضیحات خودش رو داد. ولی آخه تا به آخر نرفته بود. ناقدش گفت این نشان ای عزیز، همچنان دیگر نشان دادی تو نیست. خب نشانه هایی که دادی، حرف هایی که زدی، بیش یا کم مثل قبلی بود. البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری طی کردی. و نوبت رسید به دیگری، به آخری. دیگری برخاست میشد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست و گردن گشت با آتش به هم، خیش را گم کرد با او خوش به هم. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چدی دور از دور، شم با خود کرد همرنگش زنور. این یکی پروانه خودش بخشی از شم شد. گفت این پروانه در کار است و بس، پس چه داند او خبردار است و بس. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یابی ز جانان یک زمان. داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست.